أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در حديث 29 عبارة بعدين كه والحزم مساعت و ذن، حزم احتیاط کردن، این نتیجه ای داره و اون اینه که منشأ سوء ذن هست. یعنی حسن ذن را از بین میبرد. به تعبیر دیگه احتیاط کردن هم میتواند سبب سوء ذن باشد، هم میتواند سبب حسن ذن باشد. هر دو خاصیت رو دارد. حسن ذن هم خوبه هم بده، سوء ذن هم خوبه هم بده، یعنی مصادیقشون با هم دیگه تفاوت دارن. اینکه حسن ذن داشته باشیم به افراد که مثلا توانایشون رو کم ندونیم، قابلیتاشون رو کم ندونیم و حقوقشون رو کم ندونیم، این حسن ذن رو مردم داشته باشیم، یا حسن ذن مردم داشته باشیم که اونا بدخواه ما نیستن، مایل به ضرر و زیان رساندن ما نیستن، این حسن ذن خوبه. اما حسن ذن داشتن سبب بشود که کاری یا مسئولیتی بیشتر از اون چیزی رو که دیگران توانایی دارن بهشون واگذار کنیم. حسن ذن داشتن سبب بشود که ضرر و زیان‌های فردی و اجتماعی به ما یا جامعه وارد بشود. حسن ذن داشتن به دشمن اینا بد است. سوء ذن هم همین گونه است. که سوء ذن هم اگر انسان نسبت به دشمن سوء ذن داشته باشد، یا فردی که تجربهش نشون داده، در عمل نشون داده که این توانایی کاری رو ندارد، بنابراین سوء ذن داشته باشیم که به احتمال قوی تغییری درش ایجاد نشده، قبلا که نمیتونه، سلامتمند نمیتونه، قبلا 4 سال نوبت بهش داده بودیم کاری انجام بده، موفق نبوده، و احتمالا الان هم همین گونه ممکنه باشه. اینو جز سوء ذن های خوبه. اما در این سوء ذن بعد هم به گونه ای که به نفع قابلیت، به نفع توانایی افراد، به نفع حقوق افراد بی انجامه، اینا میشه بعد. حال کسی که اهل احتیاط هست این سوء ذن خواهد داشت. منتها دیگه با این توضیح خدمتتون عرض کردم، کسی که اهل احتیاط باشه حسن ذن هم داره، سوء ذن هم داره. کسی که اهل احتیاط باشه حسن ذن خوب و سوء ذن خوب هم داره. کسی که اهل احتیاط باشه به دشمن اعتماد نمی کنه، به کسی که یه بار سرش رو کلاه گذاشته اعتماد نمی کنه، به یه نفر که یک بار فریبش داده اعتماد نمی کنه. این احتیاط سبب سوء ذن شده است، امر پسندیده. اما در اون بخش دیگریم که خدمتتون عرض کردم که اگر کسی اهل احتیاط باشه، مراقبه وقتی حقوق کسی از بین نره، یه وقتی مثلا امکانات کسی از بین نره، ضرر و زیانی به کسی وارد نشه، اینم از موارد حزم و احتیاطی است که امر به حسن ذن می انجامه. اینم از این. حالا اینم خدمتتون عرض کنم که باز دوباره این حزم هم ارتباط با علم داره. ریشه حزم و احتیاط علمه، یعنی که این احتیاط های درست و بجا ریشش علمه، احتیاط های نادرست و نابجا ریشش جهله. عبارت بعدی اینه و بین المرء و الحکمت نعمت العالم. میگه آدمیان یک طرف، حکمت، فهم، علم، درک و مانند آن یک طرف دیگر. میگه این دوتا به این راحتی به هم دیگه وصل نمی شوند، باید یه نعمت دیگری. خود این که حکمت نعمتیست، از نعمتهای بزرگ خدای متعال شکی نیست. در این که حکمت برای انسان کمال این هم شکی نیست. اما گویی یه نفر باید که این نعمت رو به انسان برساند، یه واسطه میخواد. این واسطه عبارت است از عالم. این عالم بر دو قسمه، هم میتواند عالم درونی باشد، هم عالم بیرونی باشد. یعنی اگر چیزی رو میخوام اگر یاد بگیریم، اگر میخوام به حکمت دست پیدا کنیم، نیازمند به یک عالم هستیم که حکمت رو در اختیار ما قرار بدهد، زمینه حکیم شدن ما و اطلاعات حکیمانه رو برای ما فراهم کند، این عالم بیرونی. یا اینکه نه، نفسی داشته باشیم که عالم باشه. این اگه عالم باشه، زمینه به دست آوردن علم جدید را، حکمت جدید را فراهم میکنه. اما اگر
نفسی عالم نباشد، چنون که اغلب نفوس در آغاز همین گونه هستند، بنابراین بدون استثنا تمام نفوس در مراحلی از حیات و زندگی علمیشون، زندگی حکیمانشون نیازمند به حکیم و عالم دارند. اما نباید این گونه باشد که چون حکمت رو باید از حکیم به دست بیاوریم، علم رو باید از عالم به دست بیاریم، همیشه چشم و دهان عالم باشد. بالاخره باید بجنبیم اولا خودمون عالم بشویم، این یک. ثانیاً عالمی بشویم که مکتفی به ذات باشد، خودکفا باشیم، به این معنا که خودمون علم را تولید کنیم، حداقل برای خودمون. حالا اگر دیگران هم خواستن، اونا هم میتونن برخوردار بشن و بهره مند بشن، اما این که دیگه پیوسته کتابمون زیر بغلمون باشه تا آخر عمرمون همینطور بریم سر کلاس بشینیم، این روش مقبول و مطلوب نیست، مگر کسی توانایی قدرتمند ساختن اون عالم درونیش رو یا نفسش رو نداشته باشه. اگر کسی نمیتواند از امکانات و داشته‌های خودش استفاده کنه و علوم درونی و ذاتی خودش رو عیان و آشکار کنه، باید از دیگران یاد بگیر تا آخرین لحظه عمرش. اما اولا و تامتر و کاملتر و بهتر این است که ضمن این که از دیگران استفاده میکنیم در ناتوانیامون، هر جایی که توانایی داریم عقلمونو به کار بگیریم و از قوه ناطقه خودمون، از نفس قدسی خودمون استفاده کنیم. خیلی خوب، اینم یک نکته. نکته دیگر اینی که خب اینجا گفتیم انسان هست و حکمت هست، عالم علم رو و حکمت را با انسان پیوند میزنه. ول جاهل و شقی و مرم، جاهل اینجا چه کار است؟ میگه که وقتی انسان قابلیت علم و حکمت رو دارد، این یک، حکمت هم که کمال است، این دو، عالم هم که این وسط وجود دارد که حکمت را از او بیاموزیم، اگه کسی اینو دنبالش نگرفت، هم استعدادها و قوای نفسی و ذاتی خودش رو هدر داده است، هم حکمت رو از دست داده است، هم عالم رو از دست داده است. بنابراین جاهل در این وسط می شود شقی. این جاهل شقی است بین هما، بین کی؟ بین انسان و حکمت، یا بین انسان و عالم، یا بین حکمت و عالم، هر سه احتمال وجود داره. گمون نمی کنم که، حالا ممکنه که مثلا چون یه بار دیگه فرمود بین المرء و الحکمه، اگر کسی این بین انسان و حکمت، حق مطلب اینه که اون بین هما به این بین برگرده، ولی ترجیحی نداره، بلکه ترجیح به اینه که بین عالم و حکمت باشه. اما هر کدوم از این صفات باشه، یعنی اگر جایی انسان هست و حکمت، جاهل بدبخته، حکمت هست و عالم، بازم جاهل بدبخته، انسان ها هستند و علما، بازم جاهل بدبخت است و شقی. عبارت بعد اینه، والله ولی و من عرفه، خدای متعال ولی و سرپرست کسی است که او را میشناسد. نکاتی رو خدمتتون عرض کنم، با اون اینه که آن ولایت چه معنای سرپرستی و حکومت باشد، چه معنای محبت باشد، ولایت و محبت و حکومت الهی عام است و فراگیر، و کسی نیست که محکوم ولایت الهی نباشد، یا در حوزه ولایت الهی نباشد، یا در حوزه محبت الهی نباشد. محبت هم دو سویه، یعنی کسی نیست که خدا را دوست نداشته باشد یا خدا او را دوست نداشته باشد. همچنان که کسی نیست در عالم، کسی نیست که در قلمرو ولایت الهی نباشد. قلمرو ولایت و حکومت الهی گسترده است، لا یمکن الفرار من حکومتک، برای احدی در دنیا و آخرت کسی نیست که از این حوزه بیرون رفته باشد. چنان که محبت الهی هم همین گونه است، با توجه به این که تمام موجودات عالم هستی افعال خدای متعال هستند، افعال خدای متعال یا از مراتب وجود خدای متعال هستند و یا از شؤونات و عوارض و لوازم وجود خدای متعال هستند. وقتی این گونه که شد، خدای متعال که حب ذاتی اونم در عالی ترین و کامل ترین درجه به خودش داره، خودش تامترین و کامل ترین محب است و خودش تامترین و کامل ترین محبوب هم هست، و
وقتی ذات خودش رو که دوست داشت، حب به شی حب به لوازمم هست، لوازم وجود خودش رو هم دوست دارد. بنابراین همه خلق در حوزه محبوبیت و خدای متعال هستند. در حوزه محبیت هم همین گونه. منتها در حوزه محبیت انسان ها نمی دانند که چه می خواهند، چون خیلی چیزا رو اطلاع ندارن. مهمترینش هم توحیده. چون از توحید سر در نمیارن و نمیدونند، بنابراین نمیدونن که اون چیزی رو که میطلبن و دنبالش دارن میرن، شب و روز دارن میدوند، اون خداست. اگرچه ظاهرش اینه که دنبال کار میرن، شغل میرن، دنیا میرن، آخرت میرن، بهش میرن، جهنم میرن، اما در واقع همه به دنبال خدای متعال میرن. اگر توحید نبود، قطعاً چنین چیزهای قابل فهم نبود. این توحیدی که اینا رو مفهوم قرار میده، مفهوم میسازه. این که روزی چندین بار در سوره حم میخونیم الحمدلله رب العالمین، این فقط بر اساس توحید قابل تبیین و توضیح و توجیه داره. وقتی همه حمدها حمد خدای متعال هست که یکی بیشتر در عالم نباشد، اگر دومی وجود داشته باشد ضعیفتر از خدا، حمدهای ضعیف مال او خواهد بود، ستایش های ضعیف مال او خواهد بود، محبت های ضعیف مال او خواهد بود. اگر خدای متعال دومی داشته باشد در طولش، در عرضش، هر کدوم سهم خود را خواهند داشت. اینکه همه حمدها لله است بدون استثناء، چون غیر خدای متعال وجود ندارد، و اگر وجود داشت به اندازه سهمش خواهد داشت. اگر یه اقیانوس هست، یه حوضچه کوچکی، اون اقیانوس به اندازه خودش سهم داره، حوضچه کوچیکم به اندازه خودش، یه استکان هم به اندازه خودش سهم داره. این که همه آبها در اقیانوس قرار گرفته و به این استکان و لیوان هیچ سهمی نمیرسه، چون استکان و لیوانی در طول و عرض این اقیانوس نیست. بنابراین این حکم عام و تام و عمومی مد نظر باشه، کلی مد نظر باشه، که ولایت الهی عام و تام است، هیچ موجودی از آن بیرون نیست. چنان که محبت الهی هم عام و تام است و هیچ موجودی بیرون از آن نیست. تمام موجودات در عالم هستی در حوزه ولایت الهی هستند، چنان که تمام موجودات عالم هستی در حوزه محبت هستند. هم حوزه محبیت خدای متعال، هم محبوبیت خدای متعال. محبوبیت اون بود خدمتتون عرض کردم که حب بشه حب به لوازم شه. محبیت هم بر اساس توحید، چیزی غیر از خدای متعال وجود ندارد تا انسان ها محب آن چیز باشند. بنابراین همه عالم هستی خدا رو میطلبند. وقت نتیجه این که این تعبیر که فرمود والله ولی و من عرفه، این باید یه معنای دیگری داشته باشد. این معناش اینه که ولایت رو باید تقسیم کنیم به دو قسم: ولایت عامه یا عمومی، ولایت خاصه. محبت عامه، محبت خاصه. اگرچه همه عالم در حوزه ولایت الهی هستند، ولی به حسب عرف، به حسب عرف اهل ایمان، به حسب تعالیم دینی، آن کسانی که در حوزه ولایت نعمت و رحمت خدای متعال قرار دارند، به تعبیر دقیق در اون کسانی که در حوزه ولایت ناظر به رحمت خاص خدای متعال هستند، اینا مقصود هست. این که فرمود الله ولی الذین آمنو، الله ولی الذین آمنو ولم یؤمنو، همه ولایت عام. اما ولایت خاص، ولایت عام یعنی ظهور کمالات وجودی خدای متعال در عالم، این ولایت عام. اما ولایت خاص یعنی ظهور کمالات جمالی وجودی خدای متعال، ظهور کمالات رحیمی وجود خدای متعال. اینو، این یک ولایت دیگری است. این خاصه مؤمنان هست. چنان که محبت هم میگونی، یه محبت عمومی داریم که همه عالم رو خدای متعال میخواهد. اون کسی که جراحیش میکنه میخوادش رو جراحیش میکنه، اون کسی هم که در نعمت غرقش کرده اونم میخوادش در نعمت غرقش کرده. هر دو هم محبوب خدای متعال هستن، ولی تفاوت هست بین اون کسی که محبوبیتش برای خدای متعال با کتک و زجر و شکنجه و عذاب و کیفر آشکار میشود، و اون کسی که محبوبیت خدای متعال با لطف و رحمت و عنایت و
جمال خدای متعال آشکار می شود، اونی که در جهنمن و در بهشتن هر دو اون رحمت عام رو دارند، اون ولایت عام و محبت عام رو، هم محبوبیت هم محبیت رو دارند، ولی یکیشون روح و ریحان دارند و آسایش و آرامش و هیچ گونه گزندی به اونها نمی رسد. اینوش میگن محبت رحیمی یا رحمت رحیمی یا ولایت رحیمی. این یه بخش دیگری است که حالا بر این اساس که خدای متعال دو نوع ولایت دارد، ولایت عام و خاص، دو نوع محبت عام و خاص دارد. عرفان و اون فرمود که الله ولی من عرفه، معرفت به خدای متعال سبب دستیابی انسان به رحمت خاص می شود، به ولایت خاص و محبت خاص می شود. علت و سبب و توجیه و تبیینش هم اینه که کسی که علم و معرفت دارد، سبب این علم و معرفتش سبب سنخیتش با خدای متعال هست. خدای متعال عین علم است. حالا کسی که از علم سهمی دارد و حسه ای دارد، این با خدای متعال سنخیت دارد. وقتی یک بوده که شد، میان خدا و خلق به خاطر علم و معرفت سنخیت وجود داره. سنخیت که وجود داشت، همسنخ خیش را می طلبد، محب خیش هست، محبوب خیش هست، ولی خیش هست، متولای خیش هست. هر موقع سنخیت که باشد، البته ممکنه بفرمایید که قدرت هم همین گونه است، بقیه موارد هم همین گونه است، ولی با توجه این که قدرت و دیگر امور از لوازم علم است، اگر علم نباشد قدرت کمال نیست. چنان که حالا به نگاه عرفی و متوسط خدمتتون عرض میکنم که مثلا این دستگاه های صنعتی که قدرت دارن، ضربه میزنن آهن رو چنان لو لبردش میکنن که حد و حساب ندارن، این خیلی قدرت هست، خیلی فشار و زور هست که بر اون شیعی رو که میخواد به شکل بده وارد میکنه، اما چون عالمانی این کار رو نمیکنه، یا علم ندارد، یا اگر علم دارد علم به علم ندارد، علم بسیط دارد، در نتیجه اونو قدرتمند نمیدانند. این قدرت هم برای او کمال نیست، یا اگر کمال هم باشه، کمالی که برای او وجود استقلالی در عوالم دیگر به ارمغان بیاورد نخواهد بود. وجودهای طبعی و حشهای طبعی رو به دنبال خواهند داشت. یعنی مثلا آهنها با همه قدرتشون این دستگاهایی رو که مثلا فشار وارد میکنه برای فولادی که برای شکل میخواد بهش بده، اینها ممکنه که هش داشته باشن، بلکه تحقیقا هش دارن، ولی ملکوتشون هش دارد، چنان که انسان هم ملکوتش هش دارد. ما دو ملک هش معنا ندارد. اینا زمین که هش دارن، ولی هششون در زمن و ذیل انسان و عزت انسانه. یعنی تمام عزت‌های عالم که این دستگاه‌های صنعتی که حالا قدرت، فشار و مانند اونها از اونها دیده می‌شود و ظاهر می‌شود، در ضمن عزت انسان یا انسان عزیز آشکار میشه، در ضمن مؤمنی که وصف عزت بر او عیان آشکار هست، در ضمن او ظاهر می‌شود. بنابراین قدرت هم همین گونه است که کسی قدرت داره سنخیت با خدای متعال داره، چنان کسی سمع و بصر داره هم همین گونه است، ولی تمام اینها برمیگردن به علم. وقت نتیجه می شود که عارف بالله همسنخ خدای متعال است، بنابراین هم محب خدای متعال است، هم محبوب خدای متعال. بفرمایید که حالا موجودات دیگر هم سنخیت دارن با خدای متعال، محب و محبوب هستن، ولی به اندازه خودشون. علم و معرفت کاملترین کمال یا ظاهرترین کمال انسان هستن. این یک جهت و یک وجه که معرفت و علم و شناخت به ولایت می انجامد. ولایت به معنی حب اینجا گفتیم. جهت دیگر اینه که با توجه به این که در عالم مباحث عقلی و فلسفی گفته شد که علم و عالم و معلوم متحدن، عقل و عاقل و معقول با هم متحدن، این دقیقاً محبت و محب و محبوب هم همین گونه هستند، سه چیز نیستن. همچنان که در مورد علم سه چیز نیستن که با هم دیگه ترکیب شده باشن، بلکه یک چیز است که این عناوین سگانه از او انتزاع می شود، در مورد محب و محبوب هم همین گونه هستند، عارف و معروف هم همین گونه هستند.
علم و عالم که یک حقیقت بودن، عارف و معروف هم یک حقیقتن. وقتی عارف و معروف که یکی بودن، خب انتظار می رود که همچنان که خدای متعال حب به ذات دارد، اون چیزی هم که عین ذات اوست که یا با او متحد است یا با او واحد هست، اون هم باید که محبوب او باشد، چنان که محب او هم همین گونه. اینم یک جهت. و همچنین هم اضافه کنم خدمتتون که حب به ذات از لوازم همه موجودات هست. علتش هم اینه که وجود خیر است، بلکه خیر تام و خیر مطلق است. هر چیز دیگری که خیر دارد و موجودات و انسان‌ها آن را طلب می‌کنند، به خاطر اینکه یا وجود است یا سهمی از وجود و انتصابی وجود دارد، و الا امر عدمی هیچگاه مقبول و مطلوب و محبوب نیست. بر این اساس عارف یا اون کسی که صاحب علم و معرفت هست، هم محب خدای متعال هست، هم محبوب خدای متعال است. به این جهت اتحادی رو که خدمتتون عرض کردم. یک جهت سومی هم دارد و اون اینه که علم و معرفت، این دیگه نکته فلسفی است که از گذشته دور گفتن، همچنان هم میگن، و اون اینه که علم و معرفت سبب میشود که عالم و عارف عالمی مشابه عالم کبیر شود. دو تا عالم رو در هم در فلسفه هم در عرفان گفتن دو تا عالم وجود داره، یا عالم کبیر یا عالم صغیر. عالم کبیر عبارت است از مجموعه ما سوى الله غیر از انسان، که طبیعت انسان هم بخشی از اون هست، یعنی جهان طبیعت این بخشی از عالم کبیره، عالم ملکوت اینم بخش دیگر هست، عالم جبروت اینم بخشی، اینا همه رو کلشو با هم دیگه میشکن عالم کبیر. یک موجود دیگری هم وجود دارد که اینو میشکن عالم صغیر، اون انسان هست. چرا بهش میگن این عالم صغیر؟ به خاطر اینکه تمام اون چیزی که در عالم کبیر هست به صورت فشرده و مختصر در انسان وجود دارد. یعنی اگر در عالم کبیر علم وجود داره، در انسان هم هست، اگر قدرت وجود دارد، اگر کمال وجود داره، هر چیزی که هر جای وجود داره تو انسان هست، در حالی که در موجودات دیگر این گونه نیست. چیزی در فرشتگان هست در حیوانات نیست، چیزی در حیوانات هست در فرشتگان نیست، چیزی در هر دوشون ممکنه باشد در گیاهان نیست، چیزی در گیاهان هست در اونها نیست. اما انسان یک نسخه مختصری ممزوجی است که اگر دقت کنیم جمادات درش حضور دارن، برای همینه که میشه ناخن‌ها رو چید، میشه موها رو چید. ضمن این که جمادات وجود دارن، گیاهان هم وجود دارن، حیوانات هم وجود دارن، فرشتگان هم وجود دارن، اونم درجات مختلفی از فرشتگان هم در انسان وجود دارن. به این جهت بهش میگن عالم صغیر. وقت عرفا گفتند، فیلسوفان هم همچنین گفتن، انسان از طریق علم و معرفت میتواند این عالم صغیر رو تبدیل به عالم کبیر کند، به گونه باشد که قبلا وجودش مختصر بود، به گونه مفصل بشود که وقتی یک ناظر بی‌طرف و آگاه به وجود انسان نگاه کنه، ببینه کل عالم هستی به تفصیل در وجود انسان هست. طبیعتی که در وجود انسان هست اعظم است و اوسعه است از این طبیعتی که در بیرون هست. همچنین فرشتگان دیگه از این بعدش روشن‌تر هست، فرشتگانی که در وجود انسان هستن اعظمند و اتم هستن از فرشتگانی که در بیرون هستن، چنان که حیواناتی که در وجود انسان هستن اینا هم اتم و اشد و کاملتر هستن از حیواناتی که در بیرون هستن. همه گرگ‌های عالم رو همه رو با هم دیگه جمع کنید، نسبت به گرگی که در وجود انسان به فعلیت برسد یا به ظهور برسد اصلا قابل مقایسه نیست. هر گرگی اولا نسبت به گرگ‌های دیگر دعوا و نزاع ندارد، مخصوصا اگر گرگ‌های دیگر تسلیم بشن بشینن رو زمین. همینقدر که بشینن رو زمین، مخصوصا اگر پوزیشون رو بگذارن رو دستاشون، گرگ‌های دیگر ماشون کار ندارن. حالا یه جای مگر شنیدید که گرگ‌ها ریختن سر یکی داغونش کردن به خاطر اینکه فشار غریزی و گرسنگی به اونها فشار آورده؟ اما انسان‌ها این گونه نیستن. انسان‌ها از روز سر سیری آدم می‌کشن، از سر بی‌مبالاتی، از سر هوا هوس انسان میکشند، نه به خاطر اینکه گرسنه باشند جان خودشون در خطر باشد. بنابراین همه گرگ های جهان رو جمع کنید در وجود انسانی که گرگ بودن سبوعیتش به فعلیت و ظهور رسیده است اصلا قابل مقایسه نیست. خلاصش اینه که عرفا و فیلسوفان گفتن که انسان از طریق معرفت میتواند وجودش که عالم صغیر است رو تبدیل کند به عالم کبیر. عالم کبیر که شد عبارت می شود از
عالمی که جامع جمیع کمالات عالم هستی هست، این یک. دوم این که این کمالات به نحو اعتدالی وجود دارند. حالا وقتی که انسان این گونه شد، قطعا و یقینا چیزی غیر از خدا رو نمیتواند محب باشد، به خاطر اینکه هر چیزی رو که بخواد دوست داشته باشد بهترش در وجود خودش هست. تنها چیزی رو که عین ربط به اوست، تنها چیزی که عین غنا و استقلال است و انسان به نیازمنده، فقط خدای متعال است. بنابراین انسان از طریق علم و معرفت است که به محبیت خدای متعال میرسد. از این طرف هم با توجه به این که انسان با همین جسته کوچکش انتبا فیه العالم الاکبر، همه عالم هستی در وجودش هست، طبعا خدای متعال که همه موجودات رو دوست داره، به اندازه محبتش به تمام موجودات به انسان محبت دارد. در نتیجه بهترین محبوب خدای متعال هم انسانه. بنابراین از طریق معرفت هست، با این جهاتی خدمتتون عرض کردم، انسان میتواند به ولایت برسد. اینم یک نکته. نکته دیگر از روایت شریف اینه: و عدو من تکلفه، فرمود که ولی من عرفه و عدو من تکلفه. خدای متعال ولی است و دوستدار کسی است که او را میشناسد و دشمن کسی است که خود را به تکلف میاندازد. این تعبیر دیگه، این تکلف انداختن یا خود را به زحمت انداختن. چه کسانی خودشون رو زحمت میندازن؟ زحمت چه دنیوی باشد، چه اخروی باشد، چه ظاهری باشد، چه باطنی باشد، چه مربوط نفس باشد یا مراتب دیگر باشد، ریشش در جهل است. اگه انسان راه رسیدن و پشت بام رو نداشته باشد، ممکنه که همینطور در و دیوار رو بگیره بره بالا، چند بارم زحمت خوب چند بارم بیفته به زحمت بیفته. کسی که مسیر و مقصد رو نمیداند، ممکنه که گم بشود. خودش که گم میشه، ده ها نفر دیدن باید برن دنبال او بگردن. آدمایی که خودشون زحمت میاندازن، چه زحمت مربوط ظاهرشون، طبیعتشون، بدنشون باشه، دنیاشون باشه، چه مربوط به آخرتشون باشه، این کسانی هستن که راه زندگی را نمیشناسن، راه حیات را، راه استکمال را، راه دستیابی مقصد را نمیشناسن. بنابراین تعبیر بسیار لطیفی فرمود که نفرمود عدو من جهله، فرمود عدو کسی است که نتیجش اینه، خودش رو زحمت میاندازد. اینم یکی. عبارت دیگر باز اینم در همین حوزه است: والعاقل و غفور. یکی از ویژگی های آدم عاقل اینه که غفور است. غفور هم صیغه مبالغه، یعنی بسیار بخشنده است. گناهان دیگران رو میبخشد، دیگران گناهان دیگران رو نادیده میگیرد. به تعبیر دیگر، با توجه این که عاقل اشبه موجودات است به خدای متعال و شبیه تر از عاقل به خدا وجود ندارد، حتی بر نگاه فلسفی هم که میگفتن اولین خلق خدای متعال عقل اول است، به خاطر عقل بودنش، نه به خاطر امر دیگر. چون اون اولین موجود اصلا کارش تعقل کردن است، غیر از تعقل هیچ کاری ندارد. چون عاقل شبیه ترین موجودات، کامل ترین موجودات نسبت به خدای متعال هست، بنابراین غفورم هست، یعنی بیشترین مغفرت هم او دارد، بیشترین بخشش رو هم او دارد. سرش هم در اینه که انسان عالم گناهان، سر این که گناهان دیگران رو میبخشه، خطاهای دیگران، نقصهای دیگران رو میبخشه، سرش اینه که اولا آدم عاقل میفهمد که دیگران هم کمال دارند و بسیار دارند، اگرچه کمالشون عیان آشکار نیست. این یک. بنابراین حالا اگر کسی 10 تا 100 تا 1000 تا کمال دارد، 5 تا هم نقص داشته باشد، 5 در مقابل 100 و 1000 عددی به حساب نمیاد. همه انسان ها همین گونه هستند، همه حیوانات، همه گیاهان، همه موجودات همین گونه هستند. یه جای ممکنه یه موجودی برای ما ضرر داشته باشه، مار باشد، سم مار باشد، برای ما ضرر داره، اما معنیش این نیست که این ضرر داره به کل عالم. همین مارها در بسی در مناطق طبیعی، در باغها و مانند اونها، اگه مار نباشه، موشا اونقدر جمعیتشون زیاد میشه که همه رو اذیت میکنن. اگر مثلا گربه نباشد، سمور نباشد، مانند اونها نباشد، مارها همه رو اذیت میکنن. این کلی موجوداتی که در جهان طبیعت هستن، خیراتشون بسیار و بسیار، نه اینکه خیراتشون بیشتر از شرورشون، نه، اصلا شرورشون نسبت به خیراتشون عددی حساب نمیشود.
حالا آدم عاقل اینا رو میفهمه. وقتی آدم عاقل چنین چیزی بفهمه، اون نقصهای اندک و ضعفهای اندک را نادیده میگیره. اینم یک جهت، یعنی علاوه بر این که کمالات رو میبیند، علاوه بر این که نقصها رو کم میبیند، یه نکته دیگر هم هست و اون اینه که آدم عاقل میبینه این نقصهایی که در وجود انسانها یا گناهکاران یا انسانهای ضعیف پدید آمده است، همش که در اختیار خودشون نیست. یه بخشش مربوط قوانین تکوینه، یه بخشش مربوط به ارث و نسلهای گذشتشون هست، یه بخشش مربوط به محیطی که در اون متولد شده است، غذایی رو که خورده است که در اختیار خودش هم نبوده است یا چاره ای نداشته، مثل این غذایی رو که الان همه ما مجبوریم بخوریم، در این حال که اینه که در شرایطی بود که ما غذای بهتر پیدا میکردیم از اینا نمیخوردیم، غذایی که انواع اقسام آلودگی ها، سموم و مانند اونها رو دارن، انواع این عناصری که برای بدن انسان ضرر داره تو این طبیعت دیگه الان پخش شده است. خب این همه مواد شیمیایی رو که به عنوان کود به این درخت ها میدن، خب کجا میره؟ خب برمیگرده تو همین میوه ها، تو همین غذاها برمیگرده دوباره سر جا. این همه سمومی رو که به این درخت و این میوه ها و مانند اینها میزنن، به مرغ ها این همه تزریق میکنن، به ماهی ها تو غذاشون میزنن، تو حیوانات دیگه همین میاد دوباره. آدم عاقل کسی رو به خاطر ضعفش، به خاطر نقصش، به خاطر لغزشش، گناهانش توبیخ نمی کند. البته این منافاتی به امر معروف و نهی از منکر ندارد. امر معروف و نهی از منکر یعنی انجام وظیفه‌ای برای جلوگیری کردن از خطاهای بیشتر، نقصهای بیشتر، اینا تذکر است. اما ضمن این که داریم تذکر میدیم به کسی که خطا کرده، اما از سر نصیحت، از سر دلسوزی، از سر میل و محبت به رفع نقص، از او چنین کاری رو باید انجام داد و انجام میدهیم. پس چطور به مثلا به خانواده خودمون، قومی خوش خودمون، به کسی، به دوست و رفیق خودمون خود توی چاله بیفته، بهش تذکر میدیم تو چاله نیفت؟ نه اینکه او رو بد بدانیم، میگیم این اگر به چاله بیفته ما دلمون میسوزه، ما هم باید قصه بخوریم، ما هم باید در گرفتاری ها شریک باشیم. علاوه بر این که فرض کنیم که در هیچ گرفتاریش شریک نباشیم، حیف نیست بنده از بندگان خدا، دوستی از دوستانمون، عضوی از اعضای خانوادمون اینگونه به زحمت بیفتن. بنابراین ضمن این که تذکر میدیم، امر میکنیم، نهی میکنیم، به طور جدی هم امر و نهی میکنیم، اما نه از سر عصبانیت است، نه از سر دشمن داشتن او، بغض داشتن او، کینه داشتن به او، به گونه ای که اگر ما امر کردیم او هم گوش نکرد، اینگونه نیست که بگیم خیلی خوب ما اینجا امر معروف کردیم و گوش نکرد، نه از منکر کردیم گوش نکرد. یه جایی یه چاله برای درست میکنم که میفتی عوض عوض در نیای، یه جایی میندازمت که خودت التماس کنی که من بیام درت بیارم، اونجا شرط و شروط رو میگم. امر معروف نه از منکر اینگونه نیست که، نصیحت است. امر معروف و نهی از منکر در همه درجاتش نصیحت است، یعنی دلسوزی است. یعنی اولا حالا باز یه جای دیگری درباره نصیحت و دری که از همین روایتی میخونیم داریم مطلبش رو، که نصیحت دو تا نکته خیلی مهمه. یکی اینه که از سر دلسوزی کاری انجام بشود، اینو میگن نصیحت یا سخنی گفته بشود. دوم این که سخن خالص و کار خالص باشد، یعنی آمیخته به هوا هوس نباشد، آمیخته به اداوت نباشد، بلکه نشان دهنده محبت و دوستی پاک و پاکیزه باشد. عاقل این گونه است که غفور است به این جهت، به این جهات که خدمتتون عرض کردم. نقطه مقابلش جاهل هست. جاهل خطور است. خطور یعنی بدعهد، یعنی عهد شکن. علت این که آدم های جاهل عهد شکن است، قول و قرارشون معتبر نیست، یا یکی از دلایلش این است که جاهل اشبه موجودات و اقرب موجودات به معدن مکر و خود است، یعنی نزدیکترین موجودات به معدن مکر و خود که شیاطینند، ابالس هستند، آدم جاهل هست. این جهلش هم شباهت عمیق و دقیقی به شیطان دارد و به ابلیس دارد. باز در جای خودش در یکی از روایات خدمتتون عرض خواهم کرد انشاءالله که شیطان منبع وهم است و علومش از وهم بالاتر نمی رود. سر این که اعتراض کرده است به خدای متعال، به سجده کردن به امر خدای متعال، همینه که واهمه قوی دارد، عقل ندارد.
اگرچه موجوداتی که وهم هم دارن اینا مخاطب خدای متعال هستن، تکلیف دارن، واجبات دارن، محرمات دارن و مانند اینها، ولی در این حال داوری هایشون داوری های معتبر نیست. اشکالات و اعتراضاتشون هم اعتراضات مهم نیست. عباداتشون هم همین گونه است که چون با این حرفی که در باره عقل گفتیم، شیاطین و ابلیس و مانند اونها از عقل سهمی ندارن، نهایت درجهشون وهم است. وقتی این گونه که شد، وهم با مکر و فریب سر و کار دارد. وهم اگر کسی قوه وهمی قوی داشته باشد می شود امر و آس، می شود کسانی که سر همه خلق رو می توانند کلاه بگذارند. اما اگر کسی عقلش تام باشد، تمام این زیر و بمهایی رو که وهم می فهمد عقل می فهمد، ولی هرگز اجرا نمی کند. فرق بین امیر المؤمنین و اولیاء و خدای متعال با صاحب قدرتان و صاحب حکومتانی که دغلی می کردن، مکر و فریب به کار می بردن، در همین است که هر دو یه چیزی رو می دونن که یکی آن را به کار نمی برد و مجاز نمی داند به کار بردنش. حالا اگرچه امیرالمومنین علیه السلام فرمود که دین اجازه به من نمی ده، دین اعم است از وحی، اعم است از نقل، یعنی عقل به من اجازه نمی دهد که سر کسی رو کلا بگذارم، در حالی که کلا میگذارن. این مواردی که این چند سال حکومتی رو که یک طرف انسان کامل حکومت داره، یک طرف دیگر یه آدمی مثل بقیه منتظر زرنگتر از بقیه است، اما در این حال میبینید که پیوسته فتنه و اختلاف در لشکر انسان کامل هست، با فتنه ها، با نیرنگ هایی رو که به کار میبرن، در حالی که بهتر از اون فتنه ها و نیرنگ های اونها از انسان کامل برمیاد، اما هرگز چنین کاری را انجام نمیدهد. به هر حال چون آدم جاهل خیلی به شیطان نزدیک است و شبیه ترین موجودات به او هست، این خطور هست و بدعهد است و آن به آن لحظه به لحظه منافع خودش هرچی رو گفت به دنبال اون خواهد رفت. و این جمله هم خدمتتون خیلی کوتاه هست، و این شیطان تکرم فلن، باز دوباره درباره عقله. اگر میخوای محترم باشی، اگر میخوایی که مورد توجه باشی، اگر میخوایی که کریم باشی، بزرگ باشی، لین باش، نرم خوب باش، هم سخنت نرم باشد، هم اخلاقت نرم باشد، هم رفتارت نرم باشد، باز اینم دقیقا یعنی عاقل باش. آدم عاقل خشونتی رو که تأثیر ندارد به کار نمیبرد قطعا و یقینا. این که با کسی دعوا کنیم با این که میدونیم که تربیت کردن انسان ها کار بین آسانی نیست، که 124,000 پیامبر اومدن مگر تربیت شدن خلق؟ ما فکر کنیم که ما میخوایم مثلا اینو تربیتش کنیم، ما میخوایم اینو ادبش کنیم، ما میخوایم حالش رو بگیریم، ما میخوایم چنینی چنان کنیم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. هر موقع دیدیم که با خلق خدا دیدیم رقابت میکنیم به خیال این که میخوایم اونا بفهمونیم که از زرنگ تر از خودم هست، یعنی داریم اشتباه میریم. اگر یکی مثلا چرا شب در جایی داریم رانندگی میکنیم نور بالا استفاده کرد ما رو اذیت کرد، اگر مقابل مس کردیم فکر نکنیم داریم ادبش میکنیم و بعدم بگیم بله ما دیگه ادبش کردیم؟ یک ادب شدنی بود که تا بالا ادب شده بود که، امکان نداره. اگر یکی بیجا اومد از ما سبقت گرفت، ما هم بریم دوباره از او سبقت بگیریم؟ اینا نشانه عقل نیست. آدم عاقل میداند تأثیرات قوانین تکوینی و تشریعی در جهان محدودیت های خاص خودش رو داره. هزار سخن نیک و درست و سنجیده اگر بخوایم بگیم تا زمینش فراهم نباشه، یکیش هم کسی گوش نمی کنه. اینم از این تا برسیم به و ان شئت ان تهان. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.